استاد تشکر از پاسخهای بسیار زیبای شما. شما بین همه شاگردان ارشد پروفسور میزایی از همه بیشتر در کنار ایشون عکس و فیلم و اجرای تکنیک داشتید. برای همراهان شما اونطوری که در میان سوالات عنوان کردند و در میان ابراز احساساتشون این رو بیان کردند، این عکس ها و فیلم ها خیلی برایشون ارزشمند و گرانبهاست و به نظر اونها این شما بودید که تونستید تکنیک ها و کلن توهای پروفسور میرزایی رو اونطور که باید و شاید حفظ کنید و اصالتش رو نگه دارید. در این سالهای متعدد از زمانی که شما از پروفسور میرزایی جدا شدید تا به حال اتفاقات بسیاری افتاده و مصاحبه های بسیاری داشتید و افراد بسیاری بودند که خواستن همواره از این مصاحبه ها بر علیه شما استفاده کنند و احساسات پاک و کارهای ناب شما رو برای استادتون و برای حفظ تاوا به نحو و به شکل دیگه‌ای به مخاطبان نشون بدن، در صورتی که حقایق بر همه همراهان آشکار هستش. حالا اگر امکانش هست برای ما احساس و نظرتون به استادتون رو بعد از این 40 سال بفرمایید. ما دوست داریم بدونیم که درباره ایشون چه نظری دارید و احساس و حرف شما به ایشون چی هستش. تشکر. درود بر شما مهربانو. فکر کنم که بالاخره به پرسش کلیدی خودتون رسیدید. بله، من مصاحبه داشتم با آقای علی وهابی زمانی که به ایران آمده بودم و فیلمبرداری استاد علی رحیمی فرد. این دوتن از دوستان قدیمی من هستن، از همراهان قدیمی من هستن که معروفم به بچه های نازیاباد که با من کار میکردن. در مورد پرسش و اون مصاحبه که به وسیله آقای علی وهابی مطرح شد، من اینجا اونجا شنیدم که شاید غرض ورزی بوده و ایشون از روی غرض به این شکل خواستن این صحبت ها رو مطرح بکنن که مستمسکی بشه برای به اصطلاح خدشه وارد کردن به بچه من. قبل از هر چیز من خدمتتون عرض کنم که نه، من اینجوری فکر نمی کنم و فکر نمی کنم که در اون روز، در اون شب در حقیقت و در اون مصاحبه آقای علی وهابی یا آقای رحیمی فرد نظر سوی داشتن به این جریان. من فکر میکنم که هر دوی این عزیزان بیشتر به خاطر روشن شدن مسئله بود که این مصاحبه رو آقای علی وهابی با من کرد و همونطور هم که در مصاحبه گفته میشه چنین مصاحباتی رو با دیگر پیشکسوتان و شاگردان قدیمی استاد میرزایی هم انجام دادن. کلا محور صحبت ها و پرسش و پاسخ در این تیکه از مصاحبه هول و هوش ادعای آقای خوشگوی هستش که اعلام جانشینی کردن در رابطه با کنفوتاوا برای استاد میرزایی. خب این یک مسئله بود که به هضمش واقعا مشکل بود، چون که خب شخصیت استاد میرزایی رو ما خودمون، چه من چه آقای علی وهابی و چه آقای رحیمی فرد و دیگر پیشکسوتان کنفوتاوا، کاملا برامون روشن هستش که به چه شکلی ایشون صحبت میکرد و یا مثلا اظهار نظر میکرد و همینطور شخصیت واقعی خوشگوی که الان برای جامعه کاملا مشخص شده، اون موقع برای ما کاملا روشن بود که چه جور آدمی هست و چگونه به اصطلاح برنامه هایی داره. که من نمونه هاشو بعد از اینکه ایشون از طرف استاد میرزایی طرد شد با یه وضعیت خیلی بدی، استادیشون رو از خودشون طرد کردن، نمونه هاشو گذاشتم که ایشون با ایمیل ها تلفن ها چجوری علیه
پروفسور میرزایی صحبت میکرد و به اصطلاح تبلیغات منفی انجام میداد. ولی بعد که دید که به حال جریان باد و جریان استفاده و بهره بردن از این شرایط به اون شکلی نیستش که ایشون فکر کردن، دوباره برگشتن و همچین ادعاهایی رو انجام دادن. البته ایشون تلفنی هم با خود من صحبت کرده بود و علیه یورومه کلی حرف زده بود و کاملا شخصیتش برای من مشخص بود در اون مصاحبه که من دارم داره راجع به چه کسی صحبت میکنم. ولی که برگردیم به پرسش شما، این که من در اون مصاحبه گفتم که خب یورومه در این 40 سال نبوده و من نوعی، ببینید توجه کنید اینجا این دشمنای من و کانون چگونه سوء استفاده میکنن از صحبت ها. من اونجا گفتم من نوعی، وقتی که میگم من نوعی یعنی این که در رابطه با تمام پیشکسوتان، در تمام با تمام شاگردان قدیمی استاد میرزایی دارم صحبت میکنم که اینها هم به این شکل فکر میکنن و به این معتقد هستن که آموزش‌های پروفسور میرزایی به این صورت بود که حتی دانشنامه که به ما میدادن در دانشنامه ها 3 ماه یا 6 ماه ذکر میشد که اعتبار داره و در این 3 ماه یا 6 ماه باید ما کار کردمون، عمل کردمون رو نشون میدادیم تا اون دانشنامه و یا اون درجه به اصطلاح جایگاهی که داشتیم اعتبار خودشو از دست نده. یعنی کار کرده ما باعث میشد که ما در اون شرایط رو برای خودمون حفظ کنیم. در غیر این صورت بعد از 3 ماه یا 6 ماه دیگه اون فرد نمیتونست مدعی جایگاهی رو که قبلا داشته باشه اگه فعالیت نداشت. پس فعالیت کردن و در بطن کار بودن خیلی مهمه در کنفوتاوا. اینو اکثریت دوستان بهش واقفن و میدونن که واقعا بدون فعال بودن همه چی فراموش میشه و کلن فرم بدن، حتی آموزش ها، یعنی کسی که فقط بخواد آموزش هم بده اگه این فرایند رو دنبال نکنه حتی آموزش دادنش هم دچار اشکال خواهد بود. از سوی دیگه همونطوری که گفتم شناختی که نسبت به یورومه داشتیم به این شکل بود و هستش که الان هم به این شکلی که اگه شما پیش یورومه برید بگید یورومه من میخوام شال قرمز ببندم، نمیدونم شال سیاه ببندم یا به این شکل عمل کنم، نظرتون چیه؟ میگه خوبه، برو انجام بده. یعنی هیچ کس رو منعش نمی کنه. شما هر چیزی که بخواهید انجام بدید و از ایشون نظر بخواهید میگه برو بکن. یعنی واقعا اگه میتونی ازش به اصطلاح پاش بیستی و دفاع بکنی از کارت برو انجام بده. ولی اینکه برو انجام بده یا برو بکن تاییدیه ایشون باشه برای کار شما یه چیز دیگه است. که بعضی از این آقایونی که الان هم شال میبندن و شال قرمز میبندن میگن یورومه گفته برو ببند، فکر میکنن که بله با گفتن یورومه همه چی حل شده و این آقایون به اون درجه رسیدن، در صورتی که واقعیت چیز دیگه ایه. این اخلاق یورومه است که میگه برو بکن. ولی وقتی که شالو بیاد به کمر ببنده یا بیاد اعلام بکنه که بله فلان شخص به سلام میتونه به عنوان راهبر، به عنوان کسی که سکان این کشتی رو بعد از من به دست خواهد گرفت یا من حال به حالت بازنشستگی رسیدم و فعالیتی نمی کنم، از این به بعد این شخصه که راهنما و راهبر این راه هست و شما با ایشون هماهنگ باشید، این یه مسئله دیگه است. یعنی به این شکل یورومه نگفته، این آقام از این اخلاق یورومه سوء استفاده کردش و به این شکل خواستش که ادعایی داشته باشه تا به قول معروف از این آب گلالود برای خودش یک ماهی گرفته باشه. روی این اصل وقتی که اون مصاحبه پیش اومد و پرسشی از من شد، من برگشتم گفتم که
این درست نیست و طبق آموزش های پروفسور میرزایی کسی که در صحنه نباشه، کسی که فعال نباشه، کسی که یونیفرم به تن نکرده باشه، عرق نریخته باشه، در کلاس ها شرکت نکرده باشه، نمیتونه بیاد و مدعی باشه که راهبردی، راهکاری رو به جامعه تاوا بگه. حالا این شخص فرقی نمی کنه که کی باشه. همونطور که گفتم اینها آموزه هایی بود که ما از خود ایشون گرفتیم و من در اون مصاحبه چه قبل از این موضوع و چه بعد از این موضوع تکرار کردم که استاد میرزایی استاد من بوده و هست و خواهد بود تا ابد و این دینیه که به گردن ماست، مخصوصا به گردن من، و جایگاه ایشون کاملا محفوظ و جایگاه ویژه‌ای در قلب ما داره. ولی که خب همونطور گفتم دشمنای ما اومدن اون یتیکه رو در آوردن و شروع کردن که آره تو یورو من قبول نداری از این حرفا، در صورتی که حالا در به واقعیت های تکنیکی توجه کنید، به واقعیت های تکنیکی من اشاره میکنم، نه فلسفی و عرفانی و مسائل دیگه کنفوتاوا. واقعیت تکنیکی این بود که یورومه آناتوا آموزش میداد و به شاگرد ارشدش. حالا چرا به این شکل عمل میشد؟ به خاطر اینکه یورومه مثل ماها هر روزه نمیومد از خط یک شروع کنه تا خط هفت بزنه، سای بزنه، ریکیما بزنه، اینو بزنه، اونو بزنه و اینها رو به اون صورتی که رله هست برای ما به عنوان تمرین کردن، به عنوان درجه گرفتن، به عنوان یک تاب و کار بودن و ایشون هم بیاد به همین شکل تمرین بکنه. ایشون این کار رو نمیکرد و ما میدونیم کسی که این کار رو نکنه مسلما فراموش میکنه. خب وقتی کسی که فراموش کرد و من بیام بگم که خب من یه همچین کاری کردم و یورومه تاییدش کرد پس من به این درجه رسیدم، این یه مقدار جای پرسش باقی میذاره و نمیتونه درست باشه. چون همون در مراسم سومی که شال بندا انجام دادم برای گرفتن شال، که اون شب ما شال سبز کامل هم گرفتیم، شال بندهایی که تکنیک ها رو میزدن اینها به وسیله اون شش نفر که سبز کامل بودن تایید می شدن و تاییدی اونها بود که یورومه کار اون 35 نفری که به عنوان سری سوم بودم مورد تایید قرار می گرفت. تا وقتی که شاربندهای قبل ایشون اون حرکات شاربند های سوم رو تایید نمی کرد، اینا قابل تایید نبودن. همونطور که وقتی ما شال گرفتیم تاییدی ما به وسیله آقای هادی مینایی انجام شد تا اینکه یورومه روش سهه بذاره، به خاطر اینکه فرمول و کار کردن و محور و به سلام مومای ها رو هادی میدونست. یورومه اینها رو ساخته بود، اینها رو درست کرده بود، در اختیار هادی گذاشته بود. هادی به عنوان فردی که تکنیک ها رو جمع و جور کرده و به عنوان یک محور و مومای درآورده با ما کار کرده بود، اون بود که میتونست تشخیص بده که کار ما درسته یا نه. پس وقتی که بعد از سالهای سال یورومه شاگرد ارشدی کنارش نیست، خودش هم به اون شکل سابق کار نکرده و بیاد یک شخصی ادعا کنه که بله ایشون منو جایگزین کرده به جای خودش و حرفی که من میذارم حرف ایشونه، خب این نمیتونه درست باشه و اینجا کاملا معلومه که دارن از اخلاقیات و روحیات یورومه سوء استفاده میکنن. و روی این اصل بود که من اون صحبت رو کردم تا وقتی که خود یورومه این حرف رو در جلوی دوربین یا در مراسمی نگه و تاییدش نکنه مورد قبول نیست. و این هنوزم من پای حرفم هستم و
و هنوزم اون صحبت هایی که در اون مصاحبه کردم بهش معتقدم و فکر نمی کنم که حرف بی ربطی زدم. و اگر الان هم اون مصاحبه انجام بشه دقیقا همون صحبت ها رو خواهم گفت و الان هم به همون صحبت ها معتقدم که وقتی یرومه در جریان تکنیک ها نیست به عنوان کسی که یونیفرم تنش بکنه و در اتاقی باشه کار رو ببینه کار رو بسنجه، ما نمیتونیم بیایم استناد به این بکنیم که یرومه گفته برو این کار رو انجام بده و بعد بگیم که بله پس این درسته، یرومه این کار رو به من داده، این درجه رو داده، این حرف رو زده. من اینو قبول نمی کنم، الانم قبول نمی کنم، تا آخر عمرم هم قبول نخواهم کرد، چون که ماهیت کار فرق میکنه، ماهیت کار عوض میشه و شرایط و قوانینی که یرومه خودش گذاشته برای کنفوتاوا اینجا زیر پا گذاشته میشه و من فکر نمی کنم که یرومه هم با این مسئله مخالف باشه. ولی که من در انتها میخوام به این موضوع اشاره کنم که این دشمنای من یا کسایی که منو مورد انتقاد قرار دادن در همین ویدیو در همین مصاحبه‌ای که اینها میگن من به حضور استاد میرزایی توهین کردم یا به اصطلاح بی حرمتی کردم، هیچ اشاره ای به این میکنن که در همون ویدیو من بارها و بارها ارادت خودم رو نسبت به استاد عنوان کردم، بارها و بارها گفتم که ایشون استاد منه و همیشه هم خواهد بود، و یا به این موضوع هیچ وقت اشاره کردن که در این فضای مجازی و در تمام برنامه هایی که من انجام میدم حتی لوگویی هم که دارم اسم میرزایی روشه و همیشه استناد میکنم به یرومه به عنوان استاد من، به عنوان بنیانگذار این طریقت و به عنوان کسی که به عنوان راهبر شناخته شده. آیا تا به حال بین این آقایون که انقدر به من انتقاد میکنن یکیشون به اندازه 10% من نسبت به یرومه اظهار ارادت کردن؟ یا مسائلی که یرومه عنوان کردن چقدر اینها نسبت به اون مسائل معتقد موندند و دنبالش کردند؟ به حال یک بام و دو هوا که نمیشه. اگه واقعا شما طرفدار یرومه هستید و نسبت به من انتقاد دارید، پس چرا در جاهای دیگه هیچ حرکتی ندارید؟ و یا اینکه در جایی که من طرفداری میکنم از یرومه و ایشون رو به عنوان یک راهبر معرفی میکنم و بنیانگذار معرفی میکنم به جامعه، شما تا به حال هیچ حرفی نزدید یا هیچ حمایتی از من نکردید که به این مسئله دیگرون هم واقف بشن، اجتماع هم باهاش آشنا بشه و یا دشمنان یرومه میرزایی که همین الان هم در فدراسیون و دفتر تاوا و سازمان ورزش و کلن داخل ایران هستن، از طرف شما هم تحت انتقاد قرار گرفتن، از طرف شما هم باهاشون مبارزه شده، یا فقط شماها با من مبارزه میکنید و یا اینکه فقط نسبت به من کینه دارید؟ و چطور این همه آدم این که سبک های دروغین زدن و سر این ملت و شیره میمالن از طرف شماها تا حالا نسبت به اونها چیزی گفته نشده، انتقادی نسبت به اونها انجام نشده و بیشتر شماها اونها رو هم استاد خطاب میکنید و مجیزگوی اونها هم هستید؟ به حال
امیدوارم که به خودتون بیایید و واقعیت ها رو با چشم باز نگاه کنید. اگر واقعا حسنیت دارید، از تمام زوایا قضایا رو بسنجید و ببینید که حرفایی که من زدم یا انتقاداتی که من کردم چقدر به ضرر کنفوتاقوا بوده و چقدر به ضرر اون شیادها، اون شارلاتانها و اون فریبکارهاست.